بعد از ظهر شنبه بارش شدید باران در نقاط مختلفی از مشهد دوباره آغاز شد که طبق پیش بینی ها در برخی نقاط به 50 میلی هم رسید. همکارم در رابطه با رخدادهای سیلاب روز شنبه بعد از ظهر مشهد گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. با توجه به رگباری بودن بارش ها به شهروندان استان خراسان رضوی توصیه شده بود اصر شنبه حتی مقدور از منزل خارج نشوند در مسیر رودخانه ها توقف نداشته و به ارتفاعات صعود نکنند همزمان با شروع دوباره بارندگی سیلاسا در مشهد گزارش ها از بارش تگرد و جاری شدن سیلاب در خیابان ها حکایت دارد که خسارت خیی بر جا گذاشت و جریان عادی زندگی شهروندان را دوچاره اختلال کرد بر اساس گزارش ها و تصاویری که از عصر روز شنبه 29 اردی بهشت در شبکه های اجتماعی و رسانه های داخلی منتشر شد بارش های سیلاسا موجب آب گرفتگی خیابان ها و معابر و جاری شدن آب از سقف بسیاری از خانه ها در مشهد شد بر اساس تصاویر منتشر شده همزمان با باران بارش تگرد با دانه های درشت نیز وضعیت را تشدید کرد و در مواردی به سقف منازل و اماکن مختلف در مشهد آسیب وارد کرد و شیشه خودروها را شکست بر اساس یکی از ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده سیل یک خودرو را در یکی از بلوارهای مشهد با خود میبرد و در ویدیوی دیگر نیز وسیله نقلیه یک پیک موتوری دیده می شود که به دلیل شدت سیل جاری شده کنترل آن از دست صاحبش خارج می شود. همچنین در ویدیوی دیگر دیده می شود که جریان شدید سیلاب در منطقه شاندیز در نزدیکی مشهد مردی را با خود می برد. اما این مرد سرانجام به دست گروهی از مردم از غرق شدن نجات می یابد. تصاویری از تاریک شدن آسمان مشهد در میانه ی روز 29 اردیبهشت هم در شبکه های اجتماعی منتشر شد. سوراخ شدن سقف دارالقرآن حرم متحر امام رضا در ویدیوی دیگری قابل مشاهده است بارش شدید تگرگ در حرم امام رضا و تلاش مردم برای حفظ جان کبوتران حرم متحر نیز از ویدیوهای جالب توجه روز شنبه در مشهد بوده است در ویدیوی دیگری نشان داده می شود که پس از پایان بارش تگرگ در حرم امام رضا بسیاری از زائران برای جمعوری تگرگ ها به کمک خادمان رضوی شتافتند بر اساس هشدار سازمان هواشناسی روز یک شنبه نیز در استان خراسان رضوی خطر باران آب گرفتگی نسبتا شدید و سیلابی شدن مسیل ها وجود دارد این سازمان هشدار داده که بارش های رگباری تا روز چهارشنبه دوم خورداد در سراسر کشور ادامه خواهد داشت. به دنبال بارش شدید باران در استان خراسان رضوی که از روز سه شنبه هفته گذشته آغاز شد، چند منطقه در شهر مشهد و برخی دیگر از شهرهای این استان دچار سیل شدند که علاوه بر تلفات جانی خسارات مالی گسترده نیز بر جا گذاشته است.